به نام خدای یکتایی بی همتا، حمایت امور و منافع عمومی، ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم چنین می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ترجمه: و در راه نیکوکاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید و هرگز در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید و از الله بترسید، بیگمان الله سخت کیفر است. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او، بر آل و اصحاب او و بر همه کسانی که تا روز جزا از آنها به نیکی پیروی نمودند درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، براستی اسلام دولت واقعی را بنا نهاد و قواعد و نظام آن را بیان کرده و برای آن پایه ها و اساسات مقرر داشته است و بر حفاظت آن و دفاع از آن تشویق نموده است و حمایت از امور و منافع عمومی و اهتمام دادن به آن را مسئولیت مشترک میان همه افراد مجتمع قرار داده است و به هر اندازه آگاهی عمومی میان افراد مجتمع افزایش یابد، به همان مقدار امور عامه مهم و خطیر باقی خواهد ماند و هرچه تعاون و همکاری و همبستگی برای حفاظت از آن افزایش یابد، قوت و انرژی ساختاری مجتمع واحد و احساس به یک جسم بودن متحقق می گردد که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آن ترغیب نموده است. چنانچه می فرماید: مسلمان برای مسلمان مانند یک مبنا یا ساختار است، برخ آن برخ دیگری آن را تقویت می کند. و در حدیث دیگری می فرماید: مؤمنان در دوستی، مهربانی و همکاری با یکدیگر مانند پیکری هستند که اگر یک عضو آن به درد آید، سایر اعضا با بیخوابی، بیقراری و تب با آن هم نوا می شوند. و بدون تردید یکی از مهمترین اساسات و حفاظت بر امور عمومی، ترجیح دادن منافع عمومی که خیر آن بر همه افراد جامعه می رسد بر منافع شخصی کوچک می باشد که نفع آن تنها بر اصحاب آن می رسد، تا باشد از این طریق نفس بشریت را از شرارتهای خودخواهی نجات داده شود، زیرا منافع عمومی شامل همه امور مادی و معنوی می شود که برای همه افراد مجتمع زندگی شرافتمندانه را متحقق می سازد، باعث جلب خیر و منافی برای همه مردم می گردد و شرارت و بدی و مفاسد را از آنها دفع می نماید. امنیت، استقرار و سلامت اراضی وطن را حمایت می کند. بدون تردید فقه اولویت ها خواهان تحقیق صلح و امنیت ملت و عموم مجتمع می باشد. قرآن کریم تأکید می کند که حفاظت بر منافع عمومی و ترجیح دادن آن بر منافع کوچک شخصی منهج و روش همه پیامبران می باشد، زیرا همه پیامبران علیهم السلام را خداوند متعال برای خوشبخت ساختن قومشان و جلب منافع برای آنها فرستاده است، بدون اینکه این پیامبران در بدل این کار از امتشان مقابل مادی یا منفعت دنیوی طلب نمایند. چنانچه خداوند متعال به زبان حضرت نوح علیه السلام می فرماید، ترجمه: و ای قوم من، بر رساندن این دعوت از شما مالی نمی طلبم، پاداش من تنها بر الله است و من هرگز کسانی را که ایمان آورده اند از خود طرد نمی کنم، همانا آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد، ولی که من شما را قومی نادان می بینم. و بر زبان حضرت هود علیه السلام چنین می فرماید، ترجمه: ای قوم من، بر رساندن این دعوت از شما پاداشی نمی طلبم، پاداش من تنها بر عهده ذاتی است که مرا آفریده، آیا خیرت نمی ورزید؟ و به زبان حضرت شعیب علیه السلام می گوید: من جز اصلاح تا آنجا که توانایی دارم نمی خواهم و توفیق من جز به فضل الله نیست، بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم. و شریعت مقدس اسلام از سوی خداوند متعال موافق و مناسب عقل و طبیعت بشر آمده است.
پس بر امور ترغیب و تشویق می کند که باعث منفعت عموم شهروندان یک میهن می شود. برخی این منافع بر آورده ساختن نیازمندی های ضروری مجتمع و رعایت فقه واقعیت ها می باشد. بنابراین اگر مجتمع برای درمان و رعایت فقرا به ساختار و تجهیز بیمارستان ها نیاز داشته باشد، پس به ساختن آن اولویت داده می شود. و اگر برای اعداد و رعایت دانش آموزان به ساختار حفاظت و تجهیز مدارس و دانشگاه ها نیاز داشته باشد، پس ساختار و تجهیز آن در اولویت قرار می گیرد. اگر نیاز برای تسهیل ازدواج تنگ دستان و پرداخت قرض دینداران و رفع نیاز نیازمندان بوده باشد، این امور در اولویت قرار می گیرد. پس به طور کل بر آورده ساختن ضروریات مردم و خواسته های زندگیشان از وجایب شرعی و ملی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: به من ایمان نیاورده است کسی که شب را به شکم سیر سپری نماید و همسایش گرسنه نباشد در حالی که او می داند. و برخی دیگر این منافع عامه حفاظت بر مال عمومی است، چون همه افراد و شهروندان کشور در مال عام شریک هستند. پس احترام مال عام بیشتر و شدیدتر از احترام مال شخصی می باشد، زیرا بر مال عام حقوق بیشتر تعلق می گیرد و عهده مالکیت در آن متعدد است. بنابراین اسلام از اتلاف، دزدی کردن یا ضرر رساندن به آن هشدار داده است، چنانچه خداوند متعال می فرماید. ترجمه: و هر کسی خیانت کند روز قیامت و آنچه در آن خیانت کرده بیاید، سپس به هر کس آنچه را کسب کرده است از نیکی یا بدی به طور کامل پاداش یا سزا داده می شود و به آنان ستم نخواهد شد. پس مال عام مملوک همه مردم است، نه مملوک گروهی مشخص و کسانی که متولی امور آن هستند. در واقع امنای حفظ، تحصیل و توزیع آن به نیازمندان آن می باشد. پس درست نیست هیچ کسی بر آن تجاوز نماید یا بدون استحقاق مقداری از آن را بگیرد، زیرا چون این کار خیانت، ستم و به باطل مال مردم را خوردن است. همچنین اسلام بر حفاظت مرافق عمومی مانند عبادتگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، باغ ها و دیگر مرافق عمومی دستور داده است، چون این مرافق ملک همه است و منافع آن بر همگان برمیگردد و به صورت شدید از تجاوز بر آن، ضایع ساختن آن یا فاسد کردن از و از بین بردن آن بس هر صورتی که بوده باشد هشدار داده است. چنانچه خداوند متعال می فرماید: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید. تا برخی مردم فکر نکنند که می توانند مال عام را طوری که دلشان بخواهند استفاده نماید، به این ادعا که او نیز در این مال حق شاهی دارد، زیرا چون این درک اشتباه است، چون بر ما واجب است. باید مرافق عمومی را حفظ و حمایت کنیم و آن را توسعه و تطویر بخشیم، زیرا آن مربوط فرد مشخص یا گروه معین نیست، بلکه مربوط به ما و مربوط به نسل‌های آینده ما می باشد. و برخی دیگر این منافع حفاظت راه‌ها و رعایت حقوق آن می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: از نشستن بر راه‌ها و معابر مردم بپرهیزید. گفتند: ای رسول خدا، چاره جز این نداریم، زیرا می نشینیم و با هم صحبت می کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: حال که چنین است، پس حق راه را رعایت کنید. پرسیدند: حق راه چیست؟ فرمود: حفاظت چشم ها، اجتناب از اذیت و آزار رهگذران، دادن جواب سلام و امر به معروف و نهی از منکر. و در حدیث دیگری می فرماید: ایمان 70 و اندی یا 60 و اندی شعبه دارد که برترینش گفتن لا اله الا الله می باشد و پایین ترین بخش ایمان برداشتن خار و خاشاک و هر چیز آزاردهنده ای از سر راه است و شرم و حیا بخشی از ایمان به شمار می رود. و برخی دیگر این منافع عامه ادای خدمات وطنی و ملی است. این خدمات مهمترین و وجایبی است که هر فرد در قبال دین و وطن خود انجام می دهد و تقدیم این خدمات دلیل انتماع فرد به وطنش و محبت او به آن می باشد، چون حیثیت خطر و جایگاه وطن و عزت نزد مسلمان کمتر از حیثیت و خطر جان، دین، مال و متاع او نیست. همچنین این ایده در نفس فرزندان وطن مفاهیم مردانگی، شهامت، مروت و ارزش‌های عالی را غرس می‌کند که دین مقدس اسلام ما به آن دستور می‌دهد
پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید دو چشم به آتش جهنم مجازات نمی شود، چشمی که از ترس خداوند بگرید و چشمی که برای نگهبانی در راه خدا شب بیدار بماند. و برخی از منافع عمومی که باید رعایت گردد روابط و پیمانهای موجود میان دولت با دیگر دولتها یا سازمانها و نهادهای خارجی می باشد. پس باید هر عمل فقهی، اصدار فتوا و کارکرد فکری یا دعوتی باید عمل نهادی بوده باشد که از طرف ولی امر یا نایب او صادر گردد. و کسی که می خواهد در چنین موارد سخن بگوید و فتوا صادر کند باید همه حالات و ظروف اجتماعی ملی و بین المللی مربوط به آن را مد نظر بگیرد تا مبادا حکم صادر کند یا فتوای فردی بدهد که مخالف واقعیت ها بوده باشد یا مخالف قوانین و پیمان های بین المللی. و خداوند متعال به ما دستور داده تا به وعده و پیمان ما وفا نماییم، چنانچه می فرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانها و قراردادهای خود وفا کنید. چون این آیت مبارک عام است، همه پیمانها، قراردادها و التزامات را شامل می شود که باید انسان در رابطه با هم نوع خود بر آن ملتزم بوده باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید مسلمان ملتزم به شرط و پیمانهایشان می باشند. مسلمانان ملتزم به شروط و پیمانهایشان می باشند مگر شرطی که حلال حرام را حلال یا حلال را حلال بگرداند. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از صلح حدیبیه بنابر پیمانی که میان او و قریش بود ابو بصیر رضی الله عنه را دوباره نزد قریش برگرداند، با وجودی که احتمال می رفت این صحابی جلیل القدر در معرض آزار و اذیت قرار بگیرد، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود آن خواست پیمان خود با قریش را حفظ نماید، چون در این امر از یک سو وفا به وعده و پیمان است و از سوی دیگر منافع عمومی بر منافع شخصی ترجیح داده می شود. در واقع بدون علم و درک سخن گفتن پیرامون امور عامه خیلی خطر بزرگ دارد که بنیان و بازوی دولت را می شکند و امنیت و استقلال وطن را به باد مسخره می گیرد و هر جاهل و بی صلاحیت و بی عرضه بدون درک مخاطر پیرامون آن سخن می گوید و چه بسا زیاد اند مفسدانی که در روی زمین فساد می کنند نه اصلاح کاری. خداوند متعال به ما دستور داده تا کار را به اهل آن بسپاریم، چنانچه می فرماید ترجمه و هنگامی که خبری از ایمنی و پیروزی یا ترس و شکست به آنها برسد آن را شایع می سازند، در حالی که اگر آن را به پیامبر و صاحبان امرشان باز می گرداندند از حقیقت امر آگاه می شدند. و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود جز اندکی همگی از شیطان پیروی می کردید. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او، بر او و اصحاب او و بر همه کسانی که تا روز قیامت از آنها به وجه احسن پیروی نموده اند درود، رحمت، سلامتی و برکات نازل فرما. برادران مسلمان، همانا مفهوم منافع عمومی بیشتر و بزرگتر از اهتمام فردی شامل اهتمامات جماعی است. بنابراین این موضوع حق مشترک میان شماری از افراد نیست، بلکه بر انجام آن شماری از انسانهای کارشناس گماشته می شوند و آنها ارزش وظیفه به دوش داشتهشان را می دانند که آن مربوط به امنیت ملی، زندگی و منافع مردم، منافع زیرزمینی کشورها، وضعیت منطقوی و بین المللی آنها و امور سیاسی و اجتماعی و امنیتی و علمی آنها می باشد. دانشمندان به این باور هستند مجتهدی که شروط اجتهاد را دارا باشد هرگاه اجتهاد کند و در اجتهاد خود اشتباه نماید یک پاداش کسب می کند و اگر اجتهاد کند و در اجتهادش به حقیقت برسد دو پاداش کمایی می کند. و از مفهوم مخالف آن دانسته می شود هرگاه کسی بدون علم و تخصص اجتهاد کند و در اجتهادش به حقیقت برسد پس یک گناه کسب می کند، زیرا بدون علم و اختصاص به اصدار فتوا جرأت کرده است. و اگر اجتهاد کند و در اجتهادش به خطا برود مرتکب دو گناه می شود، یک گناه اشتباهش، دوم گناه بدون علم و اختصاص جرأت کردن برای اصدار فتوا. چون اسلام بر احترام اهل تخصص و کار
تخصص و کارشناس تلاش کرده است. چنانچه خداوند متعال می فرماید فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون، پس ای مردم اگر نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. اهل ذکر عبارت از اهل علم و اختصاص است. در هر علم و رشته‌ای که بوده باشد به اعتبار آنچه که از آن پرسیده می شوند. و از همین جاست که از عجله در اصدار فتوا بدون علم و دلیل شرعی منع کرده شده است. خداوند متعال می فرماید پس چه کسی ستمگارتر است از آن کس که بر الله دروغ ببندد تا مردم را از روی نادانی گمراه سازد. مسلماً الله گروهی ستمکاران را هدایت نمی کند. در آیت دیگری می فرماید و چیزی را که زبانتان به دروغ توصیف می کند نگویید، این حلال است و آن حرام، تا بر الله افترا ببندید. یقینا کسانی که بر الله افترا می بندند رستگار نمی شوند. در این دنیا بهره اندک نصیبشان می شود و برای آنها در آخرت عذابی دردناک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که بدون علم به مردم فتوا بدهد او را فرشتگان آسمان و زمین نفرین و لعنت می کند. بزرگان صحابه و تابعین از فتوا دادن احتیاط می کردند چون خطر خطورت آن را می دانستند. چنانچه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه می فرماید در زیر سایه کدام آسمان قرار خواهم گرفت و کدام زمین مرا جا خواهد داد اگر بدون علم درباره کتاب خداوند متعال چیزی بگویم. حضرت شعبی رحمه الله در باره مسئله پرسیده شد، در پاسخ گفت درست نمیدانم. پس شاگردانش به او گفتند از این سخنت ما شرمیدیم. او به آنها گفت ولی فرشتگان وقتی گفتند ما چیزی جز آنچه به ما آموخته نمیدانیم شرمنده نشدند. و عبدالرحمن بن ابی لیلا گفت من 120 انصار از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم را صحبت نمودم. وقتی یکی آنها درباره چیزی پرسیده میشد سوال را راجع می کرد به صحابه دیگری و او به صحابه دیگری تا که به نخستین صحابه برمی گشت. حمایت منافع عمومی مسئولیت مشترک است. هر شخص طبق جایگاه و تواناییش از آن مسئول می باشد. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید همه شما مسئولید و هر یک از شما درباره زیر دستانش بازخواست می شود. رهبر یا حاکم مسئول رعیت است و مرد مسئول خانواده اش و زن درباره خانه شوهرش و فرزندان او مسئولیت دارد و خدمتگار درباره اموال آقای خود و مسئولیتی که به او سپرده شده مسئول است. پس همه شما مسئولید و درباره مسئولیت و زیر دستان خود بازخواست خواهید شد. در واقع بسا مردم در باره آنچه که میگویند یا نوشته میکنند و یا در رسانه های ارتباط جمعی به اشتراک میگذارند به توجه میباشند، بلکه برخی مردم این کار را نوعی از سرگرمی میپندارند و نمیدانند که شایع پراکنی میان مردم یکی از راه های تخریب و ویرانی است که اهل باطل در درگیریشان با اهل حق به کار میگیرند. پس دیده میشود که برخی افراد ملت یک پارچه بر برخی دیگرشان شک می کنند و برخی آنان بر دیگرشان را خائن خلمداد می کنند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود همین گناه انسان را کافی است، هر آنچه را که بشنود آن را تایید کند و میان مردم شایع نماید. پس وقتی سخن گفتن پیرامون هر آنچه که انسان شنیده است یکی از انواع دروغ بوده باشد و گوینده آن در آخرت به شدیدترین صورت مجازات شود، پس چگونه خواهد بود کسی که درباره چیزی به دروغ و بهتان و افترا سخن میگوید که نه دیده و نه شنیده و نه پیرامون آن علم دارد؟ و چه بسا سخنان دروغی که به آفاق میرسد و در روز قیامت سبب مجازات گوینده آن میشود؟ چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید بنده سخنی در جهت رضایت الله سبحانه و تعالی می گوید که توجه چندانی بدان ندارد، اما به موجب آن الله بر درجاتش می افزاید. و بنده دیگری سخنی بر زبان می آورد که موجب خشم الله متعال است، حال آنکه اهمیت چندانی به آن نمی دهد، اما به سبب آن در دوزخ سقوط می کند. امریکه از ما میخواهد تا احتیاط و تعقل کنیم و پیرامون آنچه که نمیدانیم نپیچیم و با بدون علم و یا بدون علم به کسی فتوا ندهیم. خداوند متعال امر نموده تا ما تحقیق نماییم و تعقیب تخریبکاران نرویم
و پیرامون هر خبری که به ما میرسد تحقیق و بررسی کنیم. چنانچه میفرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر شخص فاسق خبری برای شما آورد، پس درباره آن بررسی و تحقیق کنید تا آنکه مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید. آنگاه بر آنچه انجام داده اید پشیمان شوید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: احتیاط و مشورت از جانب خداوند است و عجله از سوی شیطان. ما چقدر نیازمند هستیم تا ارزش‌های منافع عمومی را درک نمایی و منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهیم و مخاطر و چالش‌های اطراف ما را بدانیم. پس باید از تجربه دیگران پند بگیریم و بیاموزیم و فرصت تخریب را از دشمنان دین و وطن بگیریم و همه ما بر حق متحد و یک پاچه ثابت بوده باشیم تا مبادا در لجنزار دشمنان سقوط کنیم. و باید اعتماد را میان ما نشر نماییم و بر انجام کارهای نیکی که منفعت آن بر همگان برمیگردد با هم تعاون و همکاری نماییم. بار خدایا ما را توفیق بده تا حقوق وطن را ادا نماییم و ملت و رهبران ارتش و پلیس ما را حفظ نما و مصر و همه کشورهای جهان را امن و آرام و متقدم بگردان. السلام علیکم و رحمت الله.